سلام عرض میکنم خدمت شما دوستای عزیز، مهدی مهرابی هستم از MTR Animate. امروز میخواییم با هم نحوه جایگزین کردن صفحه نمایش موبایل، تبلت، لپتاپ یا تلویزیون رو با هم یاد بگیریم. به این فیلم خوب دقت بکنید. کاربر یه موبایل دستشه و داره یه سری تصاویر توی اون نگاه میکنه، اما در واقع اگر من این لایه ها رو خاموش بکنم و از این لایه افکت ها رو حذف بکنم، میبینید که یه فیلم معمولی داریم، یه موبایل و صفحه نمایش اون که به صورت سبز رنگ هست. خب بریم سراغ آموزش. کلید کنترل N، کامپوزیشن جدید، اسکرین replacement تات، یه کامپوزیشن جدید باز میکنم، فیلم موبایل رو داخل اون میارم به این صورت. حالا من یه قسمت کوچیکی از اون رو نشون میدم به شما، مثلا 3 ثانیه از اون رو. کلید N، تایملاین رو در اینجا برش میزنیم، تریم کامپ تو ورک ایریا. حالا ما یه فیلم 3 ثانیه ای داریم اینجا که برای آموزش فعلا کافیه. اولین کاری که میکنیم از این قسمت افکتس اند پریست، افکت کی لایت رو به روی این لایه قرار میدیم. در قسمت اسکرین کالر با این قطره چکون رنگ اینجا رو انتخاب میکنم، وارد قسمت اسکرین مت میشم و تنظیمات این رو روی اسکرین مت میذارم. ببینید قسمت های سیاه رنگ قسمت هایی هست که این پلاگین کی لایت برای ما حذف میکنه و قسمت های سفید رنگ قسمت هایی هست که حذف نمیکنه و باقی میمونه. پس ما باید یه مقدار تنظیمات رو تغییر بدیم تا کاملا صفحه نمایش مشکی و مابقی صفحه سفید قرار بگیره. اولین کاری که میکنم ریپلیس متد رو به روی هارد کالر میذارم و بعد از اینجا کلیپ بلک و کلیپ وایت یه مقداری توی اعدادش تغییر ایجاد میکنم. ببینید خیلی مرتب تر شد. فکر میکنم الان خوب باشه. و در قسمت اسکرین سافتنس یه مقداری تا حدود 1.8 عدد رو بالا میارم که این لبه های تصویر نرم تر میشه. حالا میام دوباره حالت صفحه نمایش رو به روی فاینال ریزالت میذارم و ببینید که کاملا قسمت سبز رنگ صفحه نمایش حذف شده. خب کار بعدی که اینجا نیاز هست انجام بدیم، یه دونه سالید میسازم و زیر این لایه موبایل قرار میدم. کلید کنترل وای، یه سالید با رنگ خاکستری تیره میسازیم و اون رو به زیر لایه اصلی قرار میدم که اینجا داخل صفحه نمایش موبایل دیده میشه. حالا برای مرحله بعدی کلید کنترل N رو میزنم، یه کامپوزیشن جدید به اسم اسکرین و با ابعاد 1080 این تیک رو بر میدارم در 1920 ایجاد میکنم و دقت بکنید که این سایز صفحه نمایشی که ما درست میکنیم مربوط به سایز صفحه نمایش موبایل میشه. مثلا اینجا صفحه نمایش به صورت عمودیه و اگر تبلت باشه و صفحه نمایش افقی نیاز داشته باشیم یا برای تلویزیون، ابعاد رو 1920 در 1080 در نظر میگیریم. خب این هم کامپوزیشنه صفحه نمایش. یه سالید داخل این ایجاد میکنم با رنگی که به خوبی قابل تشخیص باشه. برمیگردم اینجا، کامپوزیشنی که ساختم رو روی تصویرم قرار میدم. این هم صفحه نمایش من.
فعلا خاموشش میکنم، صدای این لایه رو هم خاموش میکنم، بهش نیاز نداریم. حالا میرسیم به قسمت ترک کردن صفحه نمایش. این لایه رو انتخاب میکنیم، لایه موبایل، از منوی انیمیت، ترک این بوریس اف ایکس موکا انتخابش میکنم. اینجا میبینید که یه افکت جدید اینجا برای ما روی این فیلم اد شد که مربوط به نرم افزار ترکینگ موکا هست. روی این آیکون کلیک میکنم، در این قسمت ابزار اسپیلاین رو انتخاب، دور تا دور موبایل و اون قسمت هایی که قراره در واقع ترک بشه رو انتخاب میکنم. از این قسمت هم احتمالاً یه صفحه نمایش باید برای اون معرفی بکنیم. یه مقدار زوم میکنم روی تصویر و این چهار جهت رو خیلی با دقت، دقیقاً چهار جهت تصویرم فیکس میکنم. با زدن، با نگه داشتن کلید X ابزار هند تول اینجا برای ما ظاهر میشه و با نگه داشتن کلید Z ابزار زوم میتونید زوم بکنید و صفحه رو جابجا بکنید و اینها رو دقیقا جایی که نیاز هست قرار بدین. هر چهار جهت رو من مجددا بررسی میکنم که سر جای خودش قرار گرفته باشه. خب فکر میکنم که خوب باشه. حالا این قسمت این روی این آیکون کلیک میکنم که عملیات ترکینگ به سرعت انجام بشه. میبینید که اینجا فریم به فریم داره عملیات ترک انجام میشه و این قسمت هم داره هر ترک رو به ما نشون میده. صبر میکنم تا عملیات ترکینگ تا آخر انجام بشه و اگر بعد از عملیات ترک هر جایی به مشکل خورده بود مجددا اون رو اصلاح میکنیم روی همون فریم. خیلی کار راحتی از کار کردن با نرم افزار موکا. نرم افزار بسیار قدرتمندی هست برای عملیات ترکینگ. اینجا کار ما تموم میشه. دکمه سیو رو میزنم و نرم افزار رو، یعنی این صفحه جدید رو میبندم. در این قسمت اول از همه روی Create Track Data کلیک میکنم، لایه اون رو انتخاب میکنم، این تیک باید فعال باشه، اوکی رو میزنم. این پایین Export Option رو میذارم روی Corner Pin Support Motion Blur و لایه‌ای که قراره روی اون اکسپورت بشه رو تنظیم میکنم. لایه Screen هست دیگه، لایه شماره یک من. حالا Apply Screen رو بزنیم، این هم از این روشن میکنم. ببینید این لایه کاملا ترک شد، فقط این که الان یه مقدار جا به جا هست هیچ مشکلی نداره. فقط کلید A رو میزنم روی این لایه و اصطلاحا انکر پوینت اون رو تغییر میدم و سعی میکنم دقیقا منطبق بشه با اون جایی که ما نیاز داریم. مقدار زوم میکنم و راحت تر است که با کلیدهای چهار جهت این کارو بکنیم که بتونیم دقیق تر. خب این فکر میکنم خوب باشه، کاملا سر جای خودش هست. از این قسمت یه افکت دیگه هم قرار میدم به اسم چنل بلار، روی این لایه قرارش میدم. این لبه های تصویر رو یه مقداری برای من حالت بلار ایجاد میکنه که از این شارپی در بیاد، خیلی غیر واقعی نباشه. خب الان مجددا بررسی میکنم، میبینید که به خوبی عملیات ترکینگ هم انجام شده. فقط یه چند مرحله ساده وجود داره. اول اینکه از این لایه یه داپلیکیت میگیرم و اون رو بالای لایه صفحه نمایش قرار میدم. حالا میبینید که 60 دیگه بالای صفحه قرار داره و به خوبی داره کارش رو انجام میده. کار دیگه ای که میکنم از این لایه داپلیکیت میگیرم،
از این قسمت روی تگل سویچ مود کلیک میکنم و اینجا مود لایه اول رو روی مالتیپلای قرار میدم و مود لایه دوم رو روی اسکرین. کلید تی رو میزنم و اپاسیتی هر کدوم رو تنظیم میکنم. اپاسیتی لایه اسکرین یه مقدار کمتر و اپاسیتی لایه مالتیپلای یه مقداری بیشتر، که البته با تغییر این دوتا میتونید تصویر بهتری بگیرید. تنها کاری که اینجا میمونه باید وارد کامپوزیشن اسکرین بشم. از این قسمت تصاویر خودم رو هر کدوم که مد نظرم هست اد میکنم و اینجا دیگه به خوبی قابل نمایش. ببینید دیگه حالا بستگی به این حرکت انگشت فوتیجی که در اختیار ما هست میتونیم هر صفحه نمایشی که لازم داریم قرار بدیم. میتونه عکس ثابت باشه، میتونه تصاویر رد بشه، یا اینکه براش مثلا یک صفحه نمایش ساخته بشه مثل اینستاگرام باشه که کاربر داره از اون استفاده میکنه. این از آموزش امروز، امیدوارم لذت برده باشید و مفید بوده باشه براتون. اگه آموزش رو دوست داشتید حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا در جریان آموزش های جدیدی که ما قرار میدیم قرار بگیرید. لایک و کامنت فراموش نشه. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.